بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزی که از طریق پرده‌های تلویزیون آریانا و آریانا نیوز بیننده ما هستن، از صفحات وبسایت mariana.tv.com/live و arianenews.af و همچنان صفحات یوتیوب ما دنبال کننده ما هستین و همچنان مهمانان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حافظ صاحب، استاد منوچهر، وسیق صاحب، کارگر صاحب، توفیق فلاح و همچنان سانیزای صاحب، بهره صاحب و همه مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به مراسم امروز قرعه کشی فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان. ما و همکاران بسیار امروز خوشحال هستیم که میزبان شما هستیم و انشاءالله امید دارم که از جریان برنامه امروز ما استفاده خوب بکنیم تا قرعه تیم‌هایی که انتظار میکشن مثل ما قلبشان میتپه و خوبی قرعه جالب را شاهد باشیم تا لیگ فوق العاده داشته باشیم. روح الله جان سلام. سلامونه سروش صاحب تاست از هم طول و قدرمون و هیواد، البته هزارات سلامونه وایم سنگزای صاحب، همدارنگ حافظ صاحب، زدران صاحب، کارگر صاحب او هغه هیوادوال چې هم داوس مونږ د آریانا و آریانا نیوز تلویزیونونو څخه ګوري، هیله من یو چې وخت په خیر اوسی. خیلی زیاد تشکر. بله، برنامه امروز ما همزمان از طریق آریانا و آریانا نیوز قابل پخش است و قابل تماشا است. بالکل برنامه خود را با تلاوت قرآن کریم آغاز بکنیم تا زیبایی مراسم ما بیرون شود. بالکل. اوس هم قاری صاحب احمدالله رحمانی ته بلنه ورکو چې دریست تشریف راوړي او د قرآن عظیم شان په څو مبارکو آیاتونو باندې په تلاوت کولو سره زموږ نننۍ غونډه پیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. اللهم افتح لنا بالخير
واختم لنا بالخير واجعل عواقب كل أمورنا بالخير، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جزاك الله قاري صاحب بسیار زیاد تشکر. و حالا هم نوبت میرسه به بخش هستی. از جناب قاری صاحب رحمانی یک جهان تشکر، زحمت کشیدن و مراسم امروز ما زیبایی داده شد. حالا هم میریم به طرف اصل موضوع برنامه. بلکل اوس هم ما وقت را رسیدل ایده چه دغه پړاو ترافی یا جام براوړل کیږي. بله، فصل قبل رقابت ها با قهرمانی تیم فوتبال اتک انرژی به پایان رسید. اتک انرژی که در اولین فصل حضور خود بدون باخت جام قهرمانی را بالای سر برد. با هم یک جا از کاپیتان تیم اتک انرژی میزبانی میکنیم با جام قهرمانی که در این فصل از رقابت ها 12 تیم با هم برای رسیدن به جام رقابت خواهند کرد. فیصل حمیدی، بازیکن تیم ملی و کاپیتان تیم فوتبال اتک انرژی. فصل که 12 تیم در طول فصل رقابت خواهند کرد، در فصل سوم دو تیم که تازه پیوستن، هر کدام تیمی که قهرمان شود اتک انرژی جام واگذار خواهد کرد. بالکل داغ جام ده چه سگ کال بعد دولس لوبډلې د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي ترڅو دغه جام خپل کور ته ویسي یا په سر پورته کړي. و این کار خیلی سخت است. اتک انرژی هم تیمی نیست که ما کل چیز رها کنیم که بگیم اتک نمیتونه. حالا بریم به طرف فصل قبل یک نگاه بندازیم. فصل قبل تیم هایی که در این رقابت ها بودن، دو تیم سقوط کرد، دو تیم آمد قهرمانی و نایب قهرمانی گرفتن و موارد دیگر. یک جدول آماده داریم، همکارا لطف کنن. بگو فصل قبل رقابت های نفس دوم رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، اتک انرژی با بازی هایی که انجام داد بدون باخت از مجموع 31 امتیاز گرفت، مثبت 30 تفاضل گل فوق العاده تیم بود. در مجموع از 11 بازی 10 پیروزی و 1 تساوی گرفت. در مجموع توانست که عنوان قهرمانی را در اولین فصل حضور خود بگیره بدون شکست. تیم ابو مسلم فرا هم که یک از تیم هایی است که در این فصل خریدهای خوبی انجام داده، حتی خرید لژیونر داره. در فصل قبل با 27 امتیاز جایگاه دوم را گرفت، تیمی که فقط 3 تساوی داشت 8 پیروزی در مجموع. اما دو تیم پایان، بالکل دو ورستی تیمون اغلو دلی دی چه په تیر پړاو کې خه کړنی اخ عمل کرد نه لره، ضعیف عمل کرد لره، اما غو چې د تیر پړاو لسیالې څخه بهر شو په ځای دو نوې لوټ دلی راغلی. ازادي غزنی او همدارنګه اتلان کلوب هغه دو لوټ دلی دی چې په دې پړاو کې بنوي، په تیر پړاو کې لسیالې څخه بهر شوی دی. بله بله، دو تیم جدید هم د این فصل از رقابت ها اضافه میشن. بالکل. اما زیاد دور نرویم، پس دوباره بریم به طرف فصل قبل رقابت ها. یک ویدیو کوتاه از بهترین لحظات مسابقات فصل قبل آماده کردیم که یک جا مرور کنیم با هم. We'll be right back.
فصل قبل رقابت با می زیبایی بود. بعضی وقتا طالعی من نستی مثل سمیر سمندری گل میزنه و بعضی مواقع است که تیره که در آزمانه گلت میشه. ولی فصل فوق العاده ای را سپری کردیم. امسال می خواهیم که یک سنگ تمام بگذاریم در فصل فعلی رقابت ها. بالکل. اوس به هم سروش دسی و چاته بلنور کو چې د تیر پړاو پاړه او همدارنګه د اوسنی یا سګنی کال پاړه باندې هیوادوالو سره معلومات شریک کی. بله. از طاهر رافی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان دعوت میکنم لطفا روی استیج ما را همراهی بکنن. سلام. رافی صاحب سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. علیکم السلام و رحمت الله. رافی صاحب زه هم تاسو خره خلاص وایم، ډیر خره خلاص خبرونه ته. مننه، سلامت شئ. د لومړی پښتنې پاړه که تاسو خو پښتم د تیر پړاو پاړه هیوادوالو سره هغه څوک چې همدا اوس مونږ د اریانا وریانا نیوز تلویزیونونو څخه ګوري، د تیر پړاو پاړه ټوټل معلومات ورکړي چې تیر پړاو کې څو لوبډلې ولې، که څه هم مونږ جدول ولید خو ستاسو له ژبې چې واورو خبرې. ډیره مننه. تاسو ویلې د دولس ټیمانو د افغانستان د ولایت څخه دوه ټیمان نوي راغلي، یو اتاک انرژي او بلې ازادي د غزنی، چې اتاک انرژي وکول شي قهرمان شي او نور هیوادونه هم دوی خپل کې او دوه ټیمان چې لاړو بیرته خپل ولایت ته، بیرته خپل ولایت کې لوبه کوي. یو ازادي د غزنی وو کلاب او بل کلوب اتلان د خوست، او همدغه رنګ د ابو مسلم فارا دویم ځای خپل کړو. دریم ټیم خادم یف سی شو چې د سرپل نماینده دی. داشتن سالورم پینزم تاسو خپل ویلی دا تاسو ویلی لازم نه غنم، وخت هم کم دی چې ټول مکمل تاسو ته هغه کړو. خو لوبې ښه لوبې، الحمدلله خوشاله ورته، او بیا ان شاء الله نور لوبې وشي. اما فصل فعلی رقابت یا فصل سوم مسابقات قرار است با چه ویژگی های برگزار شوه؟ سروش صاحب خوشبختانه توانستیم که بخیر در محفل قرعه‌کشی برسیم به خاطر فصل سوم، و پروگرام ما یعنی قبل از این بود که ما بخیر بتانیم در سال 2023 مسابقات فصل سوم تمام بکنیم، ولی مشکل بر شما بهتر معلوم است، مشکل بودجه بود و دیگه خوشبختیه که ما تیم ملی فوتبال ما نتیجه خوبی داد در دو مسابقه آخر که مقابل هندوستان بود. تبریک میگیم به همه و تشکری خاصی از کادر فنی تیم ملی و همچنان بازیکنان تیم ملی و از فدراسیون فوتبال افغانستان تربیت بدنی همچنان که حمایت کردن تیم ملی را. فصل سوم انشاءالله که با خوبی ها و خوشی ها و با حضور بازیکنان خارجی که در بعضی کلاب ها هستن آغاز میشم. برنامه ما در سه ولایت بگیریم و که زون شمال در ولایت بلخ میگرفتیم. مردم تم شوق دارن ببینن مسابقه را از نزدیک، ولی چون وقت کم داریم و در هرات میگرفتیم، همچنان در کابل، ولی باز هم انشاءالله 66 بازی که پیش رو داریم با حضور بازیکنان خارجی، با حضور داوران خوب ملی و بین المللی و مربیانی که برایشان قرار است که لایسنس A و B داشته باشه، بدون از اون نمیتونن حضور پیدا بکنن، انشاءالله آغاز میشه. و اسپانسری که برای فصل با ما کمک کردن و حمایت مالی هستن از ویکتوریا، کسی که همیشه همراهشان به تماس بودیم، جناب صمدی صاحب، و حمایتگر دیگه که در کنار ما هستن به خاطر مصارف بود و باش یا به خاطر باطی تیم ها. وسیق صاحب همینجا همراه میشه، خاصا تشکری میکنیم از ایشان به خاطر خوابگاه تربیت بدنی و همچنان خوابگاه تربیت. خیلی تشکر رافی صاحب، خیلی زیاد تشکر. بفرمایید. خیلی تشکر رافی صاحب، دیر زیاد مننه. د افغانستان د فوتبال فدراسیون د تکنیک دایرکتور څخه مننه چې طول جزئیات علم. بله، فصل سوم رقابت ها با حمایت مالی ویکتور انرژی در میدان سبز فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار خواهد شد که این رقابت ها به صورت زنده و انحصاری از تلویزیون آریانا و صفحات اجتماعی ما به شما پیشکش خواهد شد. میریم به یک وقفه، بعد از وقفه خیلی زود برمیگردیم، همچنان همراهی کنیم. یو ځل بیا خره خلاص قدرمنو هیوادوالو، تاسې د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو د پچا چونې مراسم له آریانا و آریانا نیوز تلویزیونونو څخه په ژوندۍ بڼه باندې ګورئ. د فوټبال په ډګر کې البته یو رسمي توپ وي چې د سیالیو تر پایه پورې دغه توپ وي، سروش صاحب، او سیالۍ پرې باندې ترسره کیږي. دغه رسمي توپ موږ نن دلته لرو او میخوایم که توپ رسمی فصل از رقابت ها رو رونمایی بکنیم. فصل سوم رقابت ها با توپ رسمی که ما پرده را برخود داشتم قرار است که همچنان دنبال شد. سروش شما شریکه ایدر سره؟ نه خودم. تاغا
سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با همین توپ‌ها که به صورت رسمی امروز رونمایی کردیم قرار است که پیگیری شود. فصل فوق‌العاده خواهد بود. هیجانش من باورمند است و مزمیل از خیلی هیجان داره. فوتبال سلطان ورزش همین گونه هست. خب بلکل. حالا اوس هم د افغانستان د المپیک ملي کمیټي او سپورت عمومي رئیس قدرمن مشر مولوی صاحب احمد الله وسیق څخه هیله کوي چې دریس تشریف راوړي او خپل وینا له ګډونوالو هیوادوالو سره شریک کړي. سلام علیکم وسیق صاحب، خوش آمدید. سلام فرمایید. جوړ بخیر. ست مخه الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترهر سمخكي دا افغانستان دا اسلامي امارت دا تربية بدني مسؤولينو دا فوتبال فيدراسون محترم رئيس صاحب دا فوتبال فيدراسون معاون محترم حفيظ صاحب د ویکتور شرکت مسؤلینو د اریانا تلویزیون رهبری او غړو او دلته په دې تالار کې ناستو ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدرمنو حاضرینو، ډیر خوشاله یم چې د خپل کړي وعده سره سم چې موږ همیشه په خپلو خبرو کې ویلی وو د فوتبال فدراسیون د فوتبال مینوالو ته وعده ورکړی و چې د اتلانو لیگ دریم پړاو به ترسره کیږي. نن الحمدلله هغه شیبی را رسیدلی دی چې د فوتبال د اتلانو لیگ دریم پړاو د کورکشی مراسم دي. ډیر خوشحاله یم چې په دغه مراسمو کې له تاسو سره خپل ځان شریک وینم. حاضرینو، الحمدلله د اسلامي امارت او پراتک سره چې افغانستان اوس یو په نړۍ کې یو امن هیواد ده، یو مثالی امنیت هیواد ده چې تر ټولو ښه امن لري. له همدغه ښه امنیت څخه او له ښه فرصت څخه په استفادې لله الحمد د ورزش په برخه کې هم موږ ښه د پام وړ لاسته راوړنې لرو. د ورزش په برخه کې په نړیوالو لوبو کې افغان ورزشکارانو د نورو وختونو په نسبت باندې په پراخه کچه باندې برخه واخیسته او له نړیوالو ډګرونو او میدانونو څخه د پام وړ لاسته راوړنې ترلاسه کړې. په سږ کال کې د چین په کوربتوب باندې د آسیا المپیکي لوبې ترسره سوې. په دغو لوبو کې د افغانستان څخه نږدې 100 ورزشکارانو برخه واخیسته او افغانو ورزشکارانو هلته خپله وړتیا او متانت وښود او له دغو نړیوالو او ډیرو مهمو لوبو څخه 15 مهم مډالونه ترلاسه کړل چې دا د افغانستان د ورزش په تاریخ کې لومړی ځل ده چې په دغه کچه باندې موږ دغه نړیوال مهم 15 مډالونه ترلاسه کوو. تر دې مخکې افغان ورزشکارانو دوه یا تر درو پورې مډالونه درلودل. د دې ترڅنګ په نورو برخو کې د فوتبال په برخه کې، د والیبال په برخه کې، وشو، تکواندو په نورو برخو کې افغان ورزشکارانو ښه وړتیا وښوه او ښه وځلیدل. د تکواندو په برخه کې په دې وروستیو کې د پاکستان په کوربتوب باندې لوبې ترسره سوې چې د افغانستان د تکواندو ملي ټیم لومړی مقام ترلاسه کړ. دغسې په دې وروستیو کې د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د هند له یو پیاوړي لوبډلې سره مخامخ سو چې یوه لوبه مساوي او دوهمه یې وګټله چې دا د فوتبال د پاره یو ښه زیری ده. د دې ترڅنګ د فوتسال په برخه کې موږ پرله پسې د اوس هم موږ ورزشکاران په د باندې دي، څو مهمې لوبې ترلاسه کړلې همسې په نورو برخو کې او په د افغانستان په داخل کې په سږ کال کې موږ نږدې 4000 لوبې درلودې، تورنمنټونه هم درلودل، لیګونه هم درلودل، لوی او وړې لوبې هم درلودلې. دغسې په ټولو برخو کې مهمې لاسته راوړنې وې. درې لیګونه ترسره سوي دي چې دا د فوتبال لیګ دا د اوس پیل کیږي، دغه لیګ به هم ترسره کیږي. موږ انشاءالله د تربیتي بدني په نمایندګۍ باندې زه د افغانستان ټولو ورزشکارانو ته وعده ورکوم او ژمنه ورسره کوو څه امکانات، څه
وسه او توان سي د تربيت بدني په لاس کې ده هغه به ان شاء الله له دوی څخه دریغ نه کی زموږ پوکس په پدی باندې وي زموږ ډیر کوشش په دی باندې ده چې د افغانستان د ورزشکارانو کیفیت باندې کار وکړو د پدراسونونو پر کیفیت باندې کار وکړو چې لومړی دی په خپل د افغانستان په داخل کې لیګونه تر سره کې لوبې تر سره کې او بل اخره د دې جوګس چې د افغانستان څخه د باندې وځي او په نړیوالو دګرونو کې ولو بیږي او د افغانستان په نامه باندې افتخارات کسب کړي. په اخر کې زه د ویکتور انرژي شرکت څخه ډیره مننه کوم چې دی راوړاندې سول او د دغه فوټبال د دریم پړاو لیک ټول مساری په خپل غاړه باندې واخستل او الله تعالی دې دی ته ډیر اجرونه ورکړي چې پاینده کې هم د ورزش په برخه کې مرسته لاس راکړي. او د دې ترڅنګ د آریانا ټلویزیون څخه د دوی له رهبرۍ څخه مستانګزي صاحب څخه نورو ملګرو ټولو څخه مننه کوم چې په دې برخه کې پوره هڅه وکړه او دغه لوبي به ان شاء الله په ډیره کامیاب توګه سره دی لایو نشر کوي. او ما ذالک الله بی عزیز. بسیار تشکر. بسیار تشکر واسیخ صاحب. بسیار تشکر. د اولمپیک ملي کمیټي او سپورت له عمومي قدرمن مشر څخه یوه نړۍ مننه چې خپله هر اړخیزه وینا یې له ګډونوالو سره واوروله. سروش صاحب فکر کوم بل ویناوال هم بله. ما از مهمانان بسیار معذرت میخوایم، تایم کم گذاشتیم چون که زمان کافی نداشتیم به او خاطر. حالا هم صحبت های جناب محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان با هم یک جا خواهیم شنید و پس از آن آهسته‌آهسته جمع خواهیم کرد. به نام عزت متعال، عرض ادب، کسب اجازه جناب محترم وسیق صاحب رئیس تربیت بدنی و المپیک افغانستان، جناب محترم حافظ صاحب معاون فنی و مسلکی تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال افغانستان، جناب محترم بحره صاحب نماینده شرکت ویکتور، سمدی صاحب اعضای گروپ ویکتور انرژی، روفی صاحب، توفیق جام و دوستداران و به خصوص کارمندان عزیز پیشبرد این برنامه آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اما قسمی که وسیق صاحب اشاره کرد، ورزش ارزش است. امروز ما شما ارزش ورزش کشور خود در سطح میادین بین المللی میبینیم که چقدر ورزشکارای ما در طول دو نیم سال اخیر دستاوردهای در سطح ملی و در سطح بین المللی داشته که خوشبختانه در عرصه فوتبال همی مسابقات دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ریاست تربیت بدنی حمایت کرد که ما ازشان اظهار سپاس میکنیم و این خودش ارزش بود که انعکاس در سطح بین المللی داشت. لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان دور سوم متفاوت از لیگای قبلی است. چرا متفاوت از لیگای قبلی است؟ یک لیگ استاندارد معیاری است که مطابق به استانداردهای فیفا و ایفسی است که ما قهرمان از این بر مسابقات باشگاه آسیا میره حضور پیدا میکنه. متفاوت به این است که امروز اولین بار است که تقریبا در طول دو نیم سال اخیر یا لیگ برتر که پلیرهای خارج از کشور یا لژنرها میاید در ترکیب تیمای فوتبال افغانستان، کلبهای فوتبال افغانستان حضور پیدا میکنه. شما باید داشته باشین که زمان ما میتونیم که فوتبال کشور ما پیشرفت کنه که ما یک لیگ منظم داشته باشیم که و این لیگ اسکال آغاز میشه. آیست آیست های این لیگ به شکل میاریش به خیر رفت و برگشت هم ایجاد میکنه. زمان ما میتونیم که فوتبال افغانستان پیشرفت کنه. پیشرفتی فوتبال افغانستان موازی با یک پیشرفت کشور و مملکت و جامعه است. وقتی که کشور ما، مملکت ما از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و امنیتی پیشرفت میکنه، طبعا موازی با او فوتبال ورزش کشور هم پیشرفت میکنه. ما زمان میتونیم که پیشرفت کنه فوتبال افغانستان که ما سکتورهای خصوصی را در کنار خود داشته باشیم. هیچ گاهی در هیچ کشور دنیا شما شاهد هستین که بدون سکتور خصوصی ورزشش پیش نرفته.
شما شاهد مسابقات سطح بین المللی و لیگای پیشرفته دنیا هستین که در کنار هر کلب سبتورای خصوصی هستن که جا دارم ازار سپاس کنیم از فکتور انرژی که در کنار دور سیم لیگ برتر فوتبال افغانستان استاد و ایر حمایت کرد که ما بتونیم که این لیگ ما به شکل استاندارد و میاری پیش بره و زمان پیشرفت میکنیم که ما فوتبال افغانستان که ما فوتبال به خانه مردم افغانستان چی در سطح داخلی چی در سطح بیرون مرزی بکشونیم که ما ازار سپاس میکنیم از تلویزیون بین المللی آریانا که همیشه در کنار فوتبال در گذاشته ها در تیم ملی و در بخش های جوانان فوتسال ما حضور داشته. بسیار خوشحال هستیم که امروز در کنار فدراسیون فوتبال افغانستان است که را مستقیم مسابقات پخش نشر میکنه که یک انعکاس خوب در سطح ملی ما داره و یک پیشرفت برای فوتبال یک مملکت میشه. تلویزیون هم قسمی که چشم و دید و گوش و هوش رسانه ها همو است برای مردم و پیام خود برای تمام کشور به جهان از لحاظ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی میرسونه، از ورزش هم میرسونه که ما هزار سپاس ازشون میکنیم و همچنان کلاپای ما امروز آهسته آهسته شکل استاندارد معیاری شده روان هستند. ما تشکر میکنیم از بعض سکتورهای خصوصی که کلاپا را اسپانسر شدند. اونا آهسته آهسته فوتبال افغانستان پروفشنال میخواهند بسازند. ما زبان میتونیم که پیشرفت داشته باشیم، پروفشنال لیگ داشته باشیم. مثل خافی شرکتش آمده یک کلاپ اسپانسر شده و همچنان شریفی ابو مسلم اسپانسر شده و تقاضا میکنیم از تمام سکتورهای خصوصی ما که 12 کلاب افغانستان زمانه که همچو اسپانسرهایی را که هزینه مالیش به دوش خود میگیره داشته باشه، رقابتهای بسیار سالم در کشور به وجود میآید و همچنان رقابتهای بسیار سالم در بخش مرزای بیرون مرزی به وجود میآید که ما میتونیم تمام و سهمیه را که در AFC داریم، در باشگاه آسیا داریم، این همه که رقابت های ما به شکل استاندارد پیش بره، سهمیه ما بالاتر میره. باز هم تشکر میکنه از تمام دستاندرکاران فدراسیون فوتبال افغانستان که واقعا در وقت بسیار کوتاه و مدت کم ایجا تلاش کردن که لیگ ما استاندارد برگزار شوه، که خوشبختانه فرمت را که جور کردن برای ما که آوردن خوشبختانه یک لیگ متفاوت است که روفی صاحب است، توفیق جان است، بخش نشرات ما است، میدیای ما، تمام از اینا هزار سپاس میکنیم و همچنان هزار سپاس از حافظ صاحب که گام به گام با ما پیشرفت کردن و در امکانات را که در تربیت بدنی بوده برای ما گذاشتن و میزبانی پنج تقریبا شش ولایت در اوجا جایش برشون در کمیته تربیت بدنی و المپیک افغانستان تهیه کردن. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشه. بسیار تشکر کارگر سیم. بسیار تشکر. قربان تا. سلامتی صحبت های اصلی شریک که هاختن. بسیار تشکر. بفرمایید کارگر سیم. خیلی زیاد تشکر از جناب کارگر صاحب، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، صحبت های خود شریک کردن. ما چون یک موضوع بسیار واضح شریک بکنم، این بخش ما کوتاه بود به دلیلی که فرصت اذان است و ما اذان در تلویزیون خود داشتیم که بینندگان ما شاهدش باشن چون زمان اذان است. پس از او ما تا ساعت 5 با بینندگان ما هستیم که در این قسمت قرعه کشی را بخش بعدی ما تشکیل خواهد داد. اما قبل از یک بخش کوتاه دیگه هم داریم، حالا هم میریم در افغانستان د اتلانو لیگ د قرعه کشی د پچاچونې مراسم جریان لري، خو اوس هم ورزو د کابل پر مهال د مازیګر د لمانځه اذان ته غوږیږو او بیرته راګرځو. یو ځل بیا هم دوستانو ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې د آریانا او آریانا نیوز تلویزیونونو نه د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو د پچاچونې مراسم ګورئ. ټاکل شوې ده چې دغه لیگ سږ کال هم د تولید برخه یې او همدارنګه هم د خپرولو برخه یې آریانا تلویزیون په غاړه باندې ولري. نو د دې په تړاو باندې د آریانا رادیو تلویزیون سوداګریز مشر لطفالله ستانکزي صاحب څخه هیله کوم چې دریسته تشریف راوړي او جزئیات له هیوادوالو سره او له ګډونوالو سره شریک کړي.
نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لومړی قدم کې د تربیت بدني او ورزش محترم اداري رئیس وسیق صاحب د افغانستان فوتبال فدراسیون رهبری کارګر صاحب او د ویکتور انرژي د محترم همکارانو سمدي صاحب باره صاحب او ټولو هیوادوالو ته د خراغ لاس تر څنګ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیر د ویاړ او د خوښۍ ځای دی چې موږ نن بیا یو ځل په داسې یو پرتمینه غونډه کې را یو ځای شوي یو چې د افغانستان د اتلانو لیګ د قرعه کشي مراسم وینو او تل او دا ترسره کیږي د آریانا ټلویزیون په نمایندګۍ زه یو ځل بیا غواړم ټولو هیوادوالو ته ووایم او هزارو ته ووایم چې زموږ تعهد همیشه همدا دی او دا به وي چې موږ د افغانستان د ورزش د ټولې جامعې تر څنګ ولاړ یو او خپلې کړنې به په ښه توګه او په ښه کیفیت سره به نشرات ترسره کوو ډېر د خوښۍ ځای دی د کارګر صاحب وویل چې د لیګ اهمیت ډېر لوړ دی د دې اهمیت ته په کتو سره موږ دا تعهد کړی دی او فکر کومه که همداسې ټول جوانب سره یو ځای سي او دا کوم ظرفیتونه او کوم استعدادونه او کوم امکانات چې موږ لرو دا ټول سره یو ځای کړو فکر کوم اخره پایله به دا وي چې زموږ قهرمانان به ځي او د نړۍ په مختلفو برخو کې به د افغانستان ښه استازیتوب کوي او موږ ته به ویاړ راوړي او فکر کوم د دغو د سفر د همدې ځای نه پیلیږي ما همیشه دا ویلي او بیا هم تاکید په کومه چې د لوبو ژوندي نشرات سي دي هغه لامل د دې کیږي چې ځوانان لږ نه الهام واخلي او هغه لوبو او ورزش ته مخه کی او سالم رقابتو ته مخه کی او بالاخره د افغانستان ښه استازیتوب وکړي موږ په تیرو دوو کلو کې خاص توګه باندې ورزش ته ډېره زیات توجه کړې ده که هغه د افغانستان برخه که د فوټبال په برخه کې ده هغه که د المپیکي لوبو په برخه کې ده هغه که د کرکټ په لوبو برخه کې ده موږ کوشش کړی چې هغه په ښه توګه ټولو هیوادوالو ته ورسوو او د تل په څېر یو ځل بیا هم مخکې د المپیک موضوع یاده سوه وسیق صاحب مهرباني وکړه خدای دې وکړي چې زموږ استازیتوب په راتلونکي المپیکي سیالیو کې هم وي او هیوادوالو ته زه دا زیری ورکوم چې هغه لوبې به هم د آریانا ټلویزیون نه په مستقیمه باندې خپریږي چې د اګست او د جولای او د اګست په میاشت کې په پاریس کې ترسره کیږي وخت کم دی زه ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم او غواړم تاکید پر دې باندې وکړم چې د خصوصي سکتور حمایت د لوبو د وسعت او د پراختیا لپاره ډېر مهم دی دا نه یوازې دا چې د هغو لپاره ښه تبلیغ کیږي د دې لامل هم کیږي چې زموږ کوم ځوانان سي دي هغو ته مثبت او ښه فرصت پیدا سي یوازې د اتلانو په لیګ کې به فکر کوم له دوه نیم سوه شاوخوا نه زیات ورزشکاران او فوټبالستان به په دې کې برخه اخلي او په آخر کې به هغه د افغانستان مختلفو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې د افغانستان استازیتوب وکړي په پای کې غواړم له خپلو همکارانو نه مننه وکړم چې په ډېر کم وخت کې ډېره یوه ښه برنامه جوړه کړې ده او دا د دې برنامو پیل دی تاسو به انشاءالله په راتلونکي کې خصوصا د فوټبال په برخه کې د ډېر نوښتونو شاهد اوسئ او مینوال ډېر د غوره لیګ د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ پوښتنه کوي خو زه فکر کوم څنګه چې کارګر صاحب ویلي د دې ارزش ډېر زیات په دې دی چې هغه به سټنډرډ دي د فیفا او د ایف سي کوم قوانین سي دي د هغو سره ترسره کیږي همداسې به موږ هم خپل طرفه به کوشش کوو چې په ښه کیفیت باندې دا هیوادوالو ته ورسوو ټولو ته ښه وخت ټولو ته ښه بخت او ښه وخت السلام علیکم تشکر جناب سنگزی صاحب و همونگونه که از قول کارگر صاحب گفتن بین دست به دست هم میتیم تا فوتبال از این مجرایی که هست قوی تر بسازیم بلکل. باز هم شما رو میبریم به طرف فصل قبل مسابقات خیلی کوتاه. لطف کنه همکارای ما بر ما دلیلیدی داشته باشیم فصل قبل رقابت ها آقای گل بهترین ها و بهترین هایی که داشتن میخواییم بهترین ها رو معرفی بکنیم زینالدین شریفی که فعلا با نفچی قرقیزستان قرارداد داره بازی میکنه در فصل قبل با ابو مسلم بازی میکرد تاپ اسکورر مسابقات یا آقای گل مسابقات بود که در ترکیب ابو مسلم با بیشترین گل زده آقای گلی رقابت ها رو گرفت و برنده بوت طلا شد اما شاروخان از کلوب اتلان با 10 گل، ارسلان محمدی از موج ساحل با 10 گل و سهراب افغان از واحدی اف سی یا جوانان واحدی با 10 گل در جایگاه‌های بعدی گرفتن که قرار گرفتن انشالله امسال
روند فرق کنه و آقای گالی بیشتر باشه. بالکل. برای سوال بعدی غوره لوپاره هم یار محمد زکرخیل چې د اتاک انرژي له لوبډل څخه په تیر پړاو کې د دوی لوبډل اتل هم شو او یار محمد زکرخیل هم د افغانستان د ملي لوبډل پیوړې لوبغاړي د پټولو جوانبو کې په تیر پړاو کې البته خېکړې نه لرلې او همدا و چې غوره لوپاره هم ټاکل شو. بله سلاید بعدی کې در مورد بهترین ګولکیپر مسابقات هست فیصل حمیدی کې جام قهرمانی را ورت کاپیتان تیم اتک انرژی با تیم اتک انرژی به قهرمانی رسید و کمترین گل خورده رو داشت 6 گل و 6 کلین شیت داشت جایزه بهترین گلکیپر مسابقات یا گلدن گلوفز مسابقات را برنده شده بود و آخرین سلاید او بل سلاید هم د آزادی غزنی لوټ دلاوه چې په سګ کال کې په سګنی پړاو کې نشته خو په تیر پړاو کې تر ټولو کم خطا ویلرل تر ټولو کم زیړ کارتونه اخیستي او د دری په اصطلاح باندې جوان مردانه لوټ دلې یا جوان مردانه جایزه فیو پلیر بورد بود جایزه فیو پلیر یک وخت بسیار بسیار کوتاه داریم زود برمیگردیم به بخش اصلی برنامه ما که قرعه کشی است و او بخش انجام خاطری وقفه رسیدیم به بخش اصلی برنامه ما که مرحله قرعه کشی است از روح الله جان تشکر و این بخش ما باورمند است خیلی از تیم ها انتظار میکشه ما اینجا 12 قرعه داریم اگر گرم و سرد داشت مسئولیتش به عهده رئیس بس درست رئیس هر مسئولیتی که اومد به سر شما میندازه خیر ولی نه این موضوع را نه چک شده است باورمند است نه چیز نداره ان شاء الله این سرد از زمستانی است کلا همکارا لطف کنن ما در این مرحله مرحله قرعه کشی را فقط از مهمانان ما دعوت میکنیم هر مهمانی که دعوت میکنیم سه قرعه بر ما میکشن قرعه به اساسی است که خوب است که روی LED تعریف کنیم بیشتر جزئیات را بکنم همکارا لطف کنن روی LED بر ما برنامه‌اش بگذارن 12 تیمی که در این فصل رقابت ها رقابت خواهند کرد همین تیم هست دو تیم جدید آمده در این فصل سرسبز یاشلار و عدالت فرا تیم هایی که قرعه کشیده میشه قرعه که کشیده میشه اول میان در بین 12 تیم تا 6 تیم در گروه بندی میان در ردیف تیم A قرار خواهند گرفت 6 تیم از تیم 7 تا 12 برعکس تا بالا در ردیف تیم B قرار خواهد گرفت یعنی قرعه کشی به شکل خواهد بود که تیم اولی که قرعه شان میبره حریف خود را در آخر خواهد شناخت و این قرعه کشی فکر بکنم جذابیت کارم شریک میکنه و زیباتر میسازه یک دوم این موضوع این قرعه کشی که انجام شد در پایانش اگر همکارا مرا همراهی کردن قرعه تمام لیگ کشیده خواهد شد یعنی چگونه به اساس همین قرعه کشی جدول بازی های فصل مکمل رونمایی خواهد شد که ما در طول فصل چه بازی هایی داریم ما حالا از جناب مولوی وسیق دعوت میکنم که روی استیج بیاین ما رو همراهی بکنن در بخش اول قرعه کشی ما سه قرعه اول جناب وسیق صاحب با ما همراهی خواهند کرد وسیق صاحب بفرمایید ببینیم قرعه اولی که وسیق صاحب بیرون میکشن کدام تیم خواهد بود و اگر در مایک هم اعلان بکنیم بسیار خوب خواهد شد وسیق صاحب داخل پات بگزی بذارم بله با نظر شما کی باشه؟ والا ابو مسلم تیم ابو مسلم فراه نایب قهرمان فصل قبل رقابت ها میانامش به ردیف تیم ها در تیم یک و میره به عنوان تیمی که در تیم A قرار میگیره و بازی اول را برگزار یعنی خواهد کرد قرعه بعدی لطفا چه قرعه جالب برآمد وای 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 قرعه بعدی که کشیده خواهد شد یعنی تیم دوم مسابقات هست بازی دوم را برگزار خواهد کرد به نوعی روی کاغذ میزبان هست کارگر سبکی باشه سرخ پوشان خفیف از هرات تیم فوق‌العاده‌ای که در این فصل می تیم دوم قرار میگیره و در تیم A در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت یعنی بازی دوم رقابت ها را روی کاغذ تقریبا میزبانی میکنن اما قرعه سوم رقابت ها را که آخرین قرعه میشه وسیق صاحب لطف کنید دو قرعه بسیار سخت را کشیدن قرعه جذاب حالا قرعه بعدی داستان اگزای سب تا چه بوایستی و حتی بلا گوی چوک بایی استقلال کابل و تیمی که در ردیف سوم قرار میگیره و تیم A خواهد بود یعنی سه تیمی که در این ردیف قرار میگیره در تیم A اگر همکارا قرار بتن با ما بله تشکر بسیار تشکر وسیق صاحب لطف کردین
و نفر بعد هم و از حافظ صاحب دعوت میکنیم لطفاً تشریف بیارن، معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان، که سه قرعه دیگر را با ما همراهی خواهند کرد، سه قرعه بعدی را بیرون خواهد کرد. حافظ صاحب سلام، بسیار خوش آمدین. سه قرعه را شما همراهی بکنید که تیم‌های بعدی را ما شناسایی بکنیم. قرعه بعدی مسابقات که کشیده میشه تیم چهارم خواهد بود و در ترکیب تیم A قرار خواهد گرفت، در ردیف تیم A. حافظ بسیار دقیق دیدین. خدیم افسی، تیم خدیم افسی سرپل. قرعه بعدی هم لطف کنه شما تو وقت. قرعه چهارم ما که پایین تر از استقلال قرار میگیره، تمام تیم ها رو دوست داریم صادقانه بگیم. تیم چهارم که حالا تیمایی که به شکل میزبان هستن تقریبا قرعه شون برآمده. قرعه بعدی هم لطف کنن حافظ صاحب با ما شریک بکنن. واحدی. تیم واحدی افسی، جوانان واحدی که در جایگاه پنجم قرار میگیرن و در تیم A، در ردیف تیم A جایگاه پنجم را برشان اختصاص میتیم، پایین در از خدیم افسی. بله، تشکر همکارای عزیز از همراهی شما هم. و قرعه سوم که حافظ معرفی خواهند کرد، تیم ششم خواهد بود که در ردیف ششم تیم ها و ششم تیم A قرار میگیره. عدالت فرا، تیم عدالت فرا اولین فصل حضور خود را تجربه خواهد کرد، قهرمان زونهای افغانستان. خیلی تشکر، تشکر جناب حافظ صاحب. تیم عدالت فرا در جایگاه ششم قرار میگیره و در بخش تیم A قرار خواهد گرفت. همکارا به نمایش بگذارن در روی صحنه تا بیننده‌های ما ببینن. حالا هم از جناب استانگزای صاحب دعوت میکنن لطفا تشریف بیارن. استانگزای ما را همراهی بکنن. همچنان از ویکتور انرژی هم خواهد داشتیم تا ما را همراهی بکنن. استانگزای صاحب قرعه را لطف کنن. ما میتونم از شما دعوت کنیم که زودتر هم کاری کنیم چون تایم بسیار کم داریم. تیم هفتم در ردیف آخر قرار خواهد گرفت، اولین حریف یعنی حریف عدالت اف سی مشخص خواهد شد. تیم میوند، میوند اف سی، تیم میوند اف سی تیم هفتم هست اما در جایگاه ششم تیم بی قرار میگیره که با تیم عدالت فرا هم بازی خواهد شد. بله، اولین بازی یعنی بازی سوم، روز سوم بازی دومش مشخص شد. موج ساحل، موج ساحل تخار تیمی است که برابر تیم جوانان واحدی قرار خواهد گرفت. موج ساحل تخار و قرار است که در تیم B قرار بگیره. بله، برابر تیم جوانان. و حریف بعدی، قرعه بعدی اینا باید همکارای انرژی ویکتور میگرفتن اما نصیب خوش ما به نام ویکتور کشیدن. اتک انرژی، تیم اتک انرژی قهرمان فصل قبل رقابت ها، اولین بازی خود را برای تیم خدیم افسی انجام خواهد داد. بسیار تشکر استانگزای صاحب. و در جایگاه چهارم تیم بی قرار میگیره. فقط سه قرعه دیگر از نماینده ویکتور انرژی دعوت میکنم. جناب عباس صاحب مدیر شرکت ویکتور انرژی لطفا تشریف بیارن ما را همراهی بکنن در بخش سه قرعه باقی مانده، قرعه فوق العاده باقی مانده. عباس صاحب سلام، بسیار خوش آمدین. سلام علیکم ورحمت الله. علیکم السلام، صحبتایتون هم داشته باشین در موردش، بسیار خوب است. قرعه را صحبت ها را گذاشتین و نظرم به بهره سب گذاشتین همیشه. بله، زبان ویکتور انرژی شده بهره سب. تیم اینومینه، اینومینه کندهار، قرعه ای که میاد در جایگاه دوم قرار میگیره و حریف استقلال خواهد شد در بازی روز دوم بازی اول. و قرعه یازدهم یعنی قرعه ای که برابر تیم سرخپوشان خافی بازی خواهد کرد، خراسان اف سی، تیم خراسان اف سی جایگاه 11 را میگیره و میره در تیم بی برابر تیم سرخپوشان خوافی بازی خواهد کرد. چه بازی، قرعه آخر هم که بازی اول را برگزار میکنم تقریبا مشخص هم و خوب است که نامشه از جناب عباس صاحب بشنویم. سرسبز آزادی، سرسبز یاشلر که تازه صعود کرده و قرعه آخر ما بود که با ابو مسلم فراه بازی خواهد کرد. بسیار تشکر عباس صاحب، انشاءالله برای شما و تیم ویکتور موفقیت میخوایم، نتایج خوبی در پی باشه. باید بگم که بازی هایی که در پیش داریم، ابو مسلم، سرخپوشان خافی، استقلال اف سی، خدیم اف سی، جوانان واحدی، عدالت فراه، میوند اف سی، موج ساحل، اتک انرژی، قهرمان فصل قبل، مدافع عنوان قهرمانی، اینومینه، خراسان فاریاب و سرسبز یاشلر تیم هایی هستند که در این مرحله تقریبا جدول اول هست.
تیم A که بازی اول رقابت ها را که روز شنبه یعنی اول ثور برگزار میکنن ساعت 2 بازی خواهد بود، ساعت 1 ما در برنامه افتتاحیه با شما هستیم. ابو مسلم فرا از تیم سرسبزی آشلر میزبانی میکنه. در بازی دوم هم که ساعت 4 شروع میشه سرخپوشان خافی برابر خراسان فاریاب بازی خواهد کرد. یک روز بعد یعنی روز یک شنبه تیم استقلال کابل با اینو مینای کندهار ساعت 1:30 دیدار میکنه که بازی ها بعد از کلا 1:30 برگزار میشه. خدیم اف سی هم با اتک انرژی ساعت 3:45 دیدار خواهند کرد. اما بازی های پنجم و ششم جوانان واحدی با موج ساحل روز دوشنبه، عدالت فرا هم با میوند اف سی روز دوشنبه. بازی اول ساعت 1:30، بازی دوم هم ساعت 3:45. راست ساعت 1 در استادیوم فوتبال با شما خواهد بدیم. کامرا رو لطف کنین. ما از همه هموطنان عزیز دعوت میکنم لطفاً بیاین به استادیوم فوتبال، تمام تیم هایتون رو تشویق بکنین تا تیم های خود از بازی هاشون کیف کنیم. حالا میریم به طرف تمام بازی های فصل که چه بازی هایی در پیش داریم. همکارا لطف کنین. هفته دوم رقابت ها این بازی ها خواهد بود و هفته سوم رقابت ها شامل 6 بازی دیگر میشه. همچنان هفته چهارم و هفته پنجم رقابت ها که شامل بازی ها تا سیوم خواهد شد. اما بازی های هفته های بعدی، سلاید بعد، هفته ششم رقابت ها هم بازی های 31 تا 36، هفته هفتم 37 تا 42، بازی های هفته هشتم بازی های 43 تا 48 و بازی های نهم یعنی هفته نهم رقابت ها از بازی 49 تا 54 بازی های خواهد بود. باش ما یک نگاه بندازم بازی هایی که یگان بازی جذابم داریم. بله کلی بازی ها جذاب و فوق العاده است. فقط کافی است که بریم به استادیوم. سلاید بعدی هم کارا، در هفته دهم رقابت ها هم 55 تا 60 بازی هایی که برگزار خواهد شد. استقلال در بازی اولش میزبان ابو مسلم هست و آخرین هفته هم که هفته 11 میشه بازی های 61 تا 66 یعنی بازی پایانی فصل ده میوند اف سی برابر تیم موج ساحل تخار برگزار خواهند کرد و من باورمند هستم که رقابت ها رقابت های فوق العاده جذاب خواهد بود. انرژی رو بخورین. چطور بهرسه؟ انرژی رو بخوریم و کیف کنیم. بر حسب یک لطفا بیاین کنار ما قرار بگیریم. بیاین. ما گفتم زبان وکتور انرژی شما هستین. سلام، خوب هستین؟ 2 دقیقه وقت داریم. لطفا ما این مایک برای شما در اختیارتون قرار بدیم. بیاین کنار ما قرار بگیریم. بهتر خواهد بود. بفرمایید. خسته نباشین اول. 2 دقیقه فرصت داریم. کمی کوتاه شما بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و حرمت دارم خدمت همه بزرگواران عالی قدر ما. 2 دقیقه وقت دادین، بگذارین که با استفاده از فرصت نام بزرگوار بگیرم. جناب وسیخ صاحب، جناب کارگر صاحب، جناب استانگزی صاحب و همه عزیزا، همه خوبان، جناب معاون صاحب زدران و مسئولین محترم تیم‌های درخشان و نام‌آشنای افغانستان و همچنان جناب عباس صاحب مدیر عمومی ما، خیلی خوشحال هستیم که به نمایندگی از برند معتبر وکتور انرژی حامی مقتدر فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان هستیم. اما اونطوری که جناب استاد کارگر اشاره کردن، وکتور انرژی به معنای واقعی، سروش صاحب، به معنای واقعی نگاه میکنه به ورزش به معنای ارزش و ما آمدیم که در کنار ریاست محترم فدراسیون فوتبال افغانستان، تلویزیون وزین آریانا بیاییم انمو عشق و الفت و محبتی که از روزنه فوتبال هست به خانه خانه مردم ببریم انشالله و همچنان پر انرژی هستیم، همچنان به این عهد خود مصمم هستیم. برند معتبر وکتور انرژی از سالیان متمادی بدین طرف همیشه تلاش کرده که فوتبال و ورزش خصوصا ورزش حمایت بکنه و ما متعهد به این عهد خود هستیم. برای همه تیم هایی که مسئولینشان و کادر فنیشان تشریف دارن آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. یقین داشته باشیم که حضور شما و بازی‌های جذاب و تماشاگر پسندی که شما و بازیکنان شما انجام خواهند داد، ما و برند معتبر وکتور انرژی و تلویزیون آریانا می‌خواهیم که پیام همدلی و یکرنگی را به خانه خانه مردم افغانستان انتقال بدیم به امید روزهای خوب و عالی ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. بسیار تشکر. خیلی زیاد تشکر از همه مهمانان عزیزی که آمدین تشریف آوردین و فرصت گذاشتین. ان شاء الله که مسابقات جذاب دیدنی را در پیش داشته باشیم و همه هموطنان ما را دعوت می‌کنیم بیاین کابل. فرق نمی‌کنه هر ولایتی هستین. قبل وسیق صاحب بالا امنیت اومده هر ولایتی که هستین بیاین کابل مسابقات را از نزدیک در میدان سبز فدراسیون فوتبال تماشا بکنین، تیم هایتون رو تشویق بکنین تا از مسابقات کیف کنیم. ما از روح‌الله جان هم تشکر می‌کنم که از اول تا پایان برنامه با ما همراه بودن و از وکتور انرژی حمایت کننده مسابقات. تمامی رقابت‌ها را شما همه روزه از روز شنبه اول ثور
روز دو بازی تماشا خواهند کرد از تلویزیون آریانا. بازی ها همزمان در صفحات اجتماعی ما هم پخش خواهد شد. تا برنامه بعد، الله حافظ.